به نام خدا سلام. ورزش صنعتی که سالهاست برای افغانستان نام آوری می کند. در این 14 سال ورزشکاران افغانستان بود که بیرق افغانستان را در میادین جهانی به اهتزاز درآورد و برای افغانستان قهرمانی کسب کرد. رشته های مختلف ورزشی افغانستان از جمله کرکت، فوتبال و دوش و در بخش های رزمی هم تکواندو، جودو، بوکس و کیک بوکس بود که نام افغانستان را در سرخط رسانه های جهان به عنوان قهرمان قرار داد. اما این دستاوردهای ورزش افغانستان هم بدون مشکل و چالش نبوده. ورزش کشور با چالش های متعدد مواجه بوده و حالا بایش مواجه خواهد بود. در نیم اول برنامه آماج امشب، وضعیت ورزش افغانستان، دستاوردهای ورزشی و آمادگی های لازم دستگاه ورزش افغانستان را برای المپیک 2016 و مسابقات 20 اووره هند به بررسی خواهیم گرفت. و در نیم دوم برنامه هم جنگ شمال، سفر آقای دوستم به ولایات شمالی و تأثیر آن بالای تضعیف عملکرد مخالفان را به بحث خواهیم گرفت. بیننده آماج از یک هستید. مهمانان من در این بخش از برنامه جناب نسیم الله دانش، رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان و جناب محمود حنیف، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان و ما سید اجمل بها هستم. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. ما در ابتدای بحث راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان را به مسابقات 20 اووره هند برای شما به عنوان مسئول درجه که کرکت افغانستان، دستگاه ورزش افغانستان و سایر هموطنان عزیزم تبریک میگم. بعد تجربه ای که تیم ملی کرکت افغانستان از این دوره مسابقات برای راهیابی مسابقات 20 اووره هند در سال 2016 که قرار است برگزار شود که دقیقاً بدون چالش هم نبوده بر ورزشکاران افغانستان کسب کردین، مشخصاً چه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم لومړی ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته محترم حنیف صاحب ته ټولو ته د دې لوی بریا مبارکي وړاندې کوم. د افغانستان په تاریخ کې 5000 کلن تاریخ کې لومړی افغانستان کرکټ لوبډله ده چې نړیوالو جامونو ته دوی لاره پیدا کړه. تر اوسه پورې 5000 کلونو کې افغانستان کوم یو لوبډله هم نړیوال جام ته لاره نه ده پیدا کړې. لومړی کرکټ لوبډله ده چې دا تقریبا زمونږ 5م نړیوال جام ده چې مسلسل مونږ لاره پیدا کوو. د دې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. زمونږ ته دا ځل زمونږ نور کوالیفاینګ راوندونو کې مونږ یو ځل دا د کوالیفاینګ راوند یا د مقدماتي سیالیو ټورنامنټونه مونږ ګټلي وو. دا ځل مونږ په سکاټلینډ او په ایرلینډ کې چې لوبې درلودې حالات د میدانونو بیخي بدل وو د مونږ لوبډلې لپاره. او بیا عموما مونږ ډېرې ښې لوبې وکړې او مونږ په مخکې د دې نه چې لوبو ته لاړ شو، سیالیو ته لاړ شو، هلته بزي وکړو. مونږ مخکې یو میاشت مخکې انګلستان ته خپله لوبډله ولېږله او په انګلستان کې مو تمرینات وکړل. د انګلستان له مشهورو لوبډلو سره مونږ تمریناتي لوبې وکړې چې دوی صحیح اماده شي د دې سیالیو لپاره. خوشبختانه مونږ مسلسل لومړی هغه خطرناکې لوبې، هغه ډېرې چې ټف لوبې وې، هغه مونږ وګټلې. او بیا دوه لوبو کې زمونږ باران لوبې بیخي لغوه شوې، هغه لوبې ونه شوې، نو مونږ ته یو یو پوینټ راکړل شو. نو دغه لوبو مونږ په لومړي ګروپ بندي کې مونږ د دې څخه پاتې کړو چې سیمی فاینل ته ډایرکټ لاره پیدا کړو. او بیا عمان څخه مونږ هلته لوبه هم یوه وبایلله چې زمونږ لوبډله کې څلور تغیرات ورته راغلل. مونږ د عمان لوبډله ډېره عادي اخیستې وه چې دا به یو عادي لوبډله وي او مونږ به ماتې ورکړو. خو په هر صورت عموما هوا زمونږ لپاره ډېر چالش وو، هلته ډېر چیلنجونه وو چې هوا زمونږ لوبغاړي د هغې هوا سره، د هغې میدانونو سره، د هغې ویشتن ځایونو سره، هغه کوم پیچونه چې بال پې غورځي هغه نو ځکه هلته چمن ډېر دی په میدانونو باندې، په دې بال چې ویشتل کېږي کوم ځای باندې چې چمن وي هلته بال خوځېږي، نو بیا هلته لوبه ډېره اسانه نه وي. نو هغلته مونږ بیا زمونږ لوبډلې ډېره ښه کارکردګي وکړه او نړیوال جام ته مونږ لاره پیدا کړه. او انشاءالله امید لرو چې نړیوال جام کې به دا ځل مونږ صرف شرکت نه کوو، افغانستان لوبډله به په نړیوال جام کې شرکت نه کوي بلکې نورو ټیمونو ته به ماتې ورکوي. شما تجربه بازی با ملی پوشان عمان را در سالهای گذشته داشتین؟ ما فرقی که تیم عمان کرده بود از دور گذشته تا امروز چی؟
تر اوس پورې د افغانستان په تاریخ کې چې کرکټ کله افغانستان شروع کړی دی 15 کاله کېږي په دې تاریخ کې عمان مونږ ته ماته نه ورا کړی خو د کرکټ یو داسې لوبه ده چې کله کله پکې خپل آی سی سی او د کرکټ پوهان وایي د کرکټ مباصرین وایي چې دا یو فنی لوبه ده په هر وخت کې هر څه پیښېدای شي د پاکستان چې فل ممبرشپ غړی مکمل غړیتوب لري د آی سی سی او هندوستان او استرالیا او سریلانکا لوبډلې ټوله لوبډلې په څلوېښتو منډو کې اوټ شوې ده څلوېښتو رنځونو کې اوټ شوې ده خو عمان ته مونږ په کمه سترګه باندې وکتل ځکه مونږ ته ماتې راکړه او لومړۍ ماتې وه خو د هغې نه بعد د ټورنمنټ په اخر کې مونږ عمان بیا لوبه لرله او مونږ خپل غچم ترنه واخیستو او هغوی ته مو ډېره کلکه ماتې ورکړه تیم ملي کرکټ افغانستان با پیروزی کسب کرد و راه یافت به مسابقات 20 اووره 2016 هندوستان برای چهارمین بار است که روانه مسابقات 20 اووره میشه در سال 2010 2012 2014 و حالا 2016 تفاوتی که ملی پوشان افغانستان در بازی هایشان در سال 2010 و 2012 و 2014 داشتن با این بازی که حالا قرار در 2016 در اند دایر شوه برگزار شوه مشخصا چه بود؟ زمونږ په تیر کوم ټورنمنټونو کې چې زمونږ لوبډلې برخه اخیستې ده په نړیوالو جامونو کې خصوصا په شلو ورځو نړیوالو جامونو کې د هغې په نسبت باندې هر که هر ځلې چې مونږ دویم ځل ته نړیوال جام ته لاړ شوي یو مونږ ښه لوبه ترسره کړې ده او ښه کارکردګي کړې ده زمونږ په لوبډله کې امپروومنټ سمون راغلی ده په 2010 کال کې کله چې مونږ نړیوال جام کې لوبېدو زمونږ لوبډله ډېر خطرناک بولرانو ته مخکې نه شوه درېدلی بیا په 2014 کال کې په سریلانکا کې دغه جام و یعنی نږدې وو چې مونږ د هندوستان ته ماتې ورکو او انګلینډ ته ماتې ورکو بیا په 2014 کال کې په بنگلادش کې دغه لوبې ترسره شوې بنگلادش کې هم مونږ ډېرې ښې لوبې وکړې مونږ ډېرې غټو غټو ټیمونو ته ماتې ورکړه او بلکې بنگلادش ته مو په کور کې یوه ماتې ورکړه په ایشیا کپ کې بیا هغې نه بعد مونږ استرالیا کې 500 ورځ نړیوال جام ته چې لاړو هلته هم مونږ په لومړي ځل باندې 500 ورځ جام ته لاړو هلته مو هم سکاټلینډ ته ماتې ورکړه او په لومړي سکاټلینډ دریم وار ده چې 500 ورځ نړیوال جام ته لاره پیدا کوي تر اوسه پورې لوبه نه ده ګټلې مونږ په لومړي ځل لاړو هلته مو لوبه وګټله نو دا لوبډله مو ورځ تر بلې کېږي په ښکېدو روانه ده اوس ټورنمنټ کې افغانستان په ټول عمر کې په ټول د کرکټ په تاریخ کې 200 رنځه نه وکړي په یو لوبه کې دا ځل مونږ 210 رنځه د یو ټیم خلاف دی یو لوبډله خلاف وکړل نو مونږ تغیرات په لوبډله کې سمون په لوبډله کې پرمختګ په لوبډله کې او د لوبې په تخنیکی اړخ او هم په تصاحه گذشته ایجاد شده در بازیکنان افغانستان بیخي زیات تفاوت کړی دی آقای حنیف دقیقا بعد از سال 2001 و تحولاتی که در افغانستان آمد دستگاه ورزش افغانستان متحول شد با اینکه چالش های زیاد را باش دست و پنجه نرم کرد اما ورزشکاران افغانستان دستاورت های شگرف داشت در عرصه های مختلف ورزشی میشه که حالا در رابطه به این وضعیت ورزش افغانستان کم توضیحات بدین که حالا از سال 2001 به طرف یا 2002 به طرف چه تفاوت های احساس شده در عرصه ورزشی در افغانستان؟ خب در قدم اول می خواهیم که سلام و خدمت شما خدمت دستندرکاران برنامه خوب آماج و بینندگان تلویزیون یک تقدیم کنم و به نمایندگی هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و فقط کرکت به رئیس صاحب عمومیشان و تمام ملت افغانستان تبریک بگویم و از رئیس صاحب جا داره که در اینجا تشکر کنیم که همیشه وقت برنامهشان با کمیته ملی المپیک هم آهنگ همیشه وقت هر برنامه‌ای که داشتیم انشاءالله قسم که خواهش کردیم به خواهش ما رسیدگی شده خب از سال 2001 ورزشی که در افغانستان رشد کرده من فکر میکنم رشد ورزش به شکل خود جوش بوده یعنی خود جوش به این معنا بوده که ورزش در افغانستان به شکل که لازم بوده و یا شکل که باید مدیریت میشد مدیریت نشده البته یک مدیریت نشده هم از لحاظ امکانات نبوده که قسم که امکانات باید در نزد دستان در کارانه که در ورزش مسئول بودن باشه و همچنان به یقین کامل شما هم بفهمین که ورزش قسم که باید فرهنگش در کشور ما نهادینه شوه نهادینه تا فعلا نیست ولی خوشبختانه فعلا بر شما میگم که ورزش از وقتی که کمیته ملی المپیک از تربیت بدنی از بدن تربیت بدنی جدا شده شکل قانونی خود گرفته یعنی قانونمند شده یعنی در جهان آل ورزش یا کمیته ملی المپیک به شکل قانونی میشناسند چرا در سابق کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی زیر یک چتر یا زیر تحت نظر یک شخص فعالیت میکرد
آل تربیت بدنی به شکل جداگانه فعالیت میکنه و کمیته ملی المپیک به شکل جداگانه که جدایی از یا به معیارهای ورزشی و معیارهای بین المللی قسم که لازم است برابر است. از زمانی که کمیته ملی المپیک از بدن تربیت بدنی جدا شده، ما سر برنامه های ورزشی، سر استراتژی ورزشی، سر سیمینارهای ورزشی، سر ای که مردم آگاه بسازیم که ورزش یعنی چی، بر وحدت ملی چی داره، بر تخصص بودن ورزش چی فایده داره، قهرمانی ورزش یعنی چی و کدام ورزش ها باید اجراش کنن، کارهای بسازایی شده که شما خودم از طریق رسانه ها شاهد هستید. دقیقا. حالا اکثر از کارشناسان عرصه ورزشی همین دو دستگیه که در جامعه ورزش به میان آمده، جدا شدن تربیت بدنی از بدنی کمیته ملی المپیک افغانستان را چالش اساسی در پیشبرد کارهای دستگاه ورزش افغانستان میدانند. یکی از کو کارشناس واقعی می باشه. من فکر میکنم کسی که کارشناس واقعی ورزش باشه، اونا میفهمند که بعد از جدا شدن نو ورزش افغانستان شکل قانونی را گرفته. یعنی بر طرف قانونمند شده نو رفتن. مثلا کرکت بود ما از بدنی ریاست تربیت بدنی جدا است، از بدنی کمیته ملی المپیک جدا است، ما نظارت میکنیم ولی فعالیت هایشون باید تحت نظر کمیته ملی المپیک به عنوان ریاست قابل پذیرش برای همه باید باشه. نه خیر، به این شکل نیست. فدراسیون در بدنشان مستقل هستند، اون از خود اساسنامه دارن، از خود برنامه دارن، از خود تشکیلات خود دارن. ما صرف نظارت اساسنامه ای که خودشان تعیین میکنن، یعنی مداخله نی، ما نمیتونیم اساسنامه ایشون و مقرراتشون و بعض طرز عملایشون برشان بسازیم. اونا طرز عملایی که میسازن، اساسنامه ای که میسازن، ما از چیزی که خودشان میسازن نظارت میکنیم. یعنی نه ریاست تربیت بدنی و نه کمیته ملی المپیک، یعنی اونا زیر اثر ما نیستن. یعنی فعالیتشون مستقلانه است، فعالیت های تمام فدراسیون بخصوص از که ناظر ما بسد جهان. بله. حالا چیزی که مهم است این است که خب بعد از این تحولات و جداسازی تربیت بدنی از بدنی المپیک افغانستان، چقدر فدراسیون هایی که در کمیته ملی المپیک فعالیت دارن و در تربیت بدنی افغانستان واقعا تونسته کارهای مفید و مؤثر را برای ورزش افغانستان انجام بده؟ خب مشکل در چند عفو میخوایم، فعلا چند فدراسیون شامل دستگاه ورزشی افغانستان است؟ خب شامل دستگاه ورزشی افغانستان تا وقتی که من به صفت معاون تربیت بدنی فعالیت میکردم به 52 فدراسیون میرسید. فکر میکنم حالا به 54 فدراسیون است، ولی 32 فدراسیون از این زیر و یا در مجموع عمومی کمیته ملی المپیک شامل هستند. مشکل اساسی در اینجا است کمیته ملی المپیک با یک کاغذ جدا شده از تربیت بدنی. یعنی امکانات که باید در کمیته ملی المپیک برشان داده میشه داده نشده. شما خود شاهد هستین که تمام مصارف تقریبا به شکل شخصی انجام پذیرفت. تا جامعه جهانی را درک کرد که ما واقعا میخواهیم ورزش در افغانستان قانونمند بسازیم، حالا جامعه جهانی ما کمکایی که باید به کمیته ملی المپیک کنه به کمیته ملی المپیک دوام داره کمکشان. و ما خواهان از این هستیم که دولت افغانستان باید حمایت از ورزش کنه و میکنه، و خوشبین به این هستیم که رئیس جمهور افغانستان یک دیدگاه بسیار واضح، یک دیدگاه بسیار روشن و یک حمایت بسیار قاطع از ورزش داره. آقای دانش، اکثر حالا آقای پهنی وی باور است که کسانی که خود را کارشناس ورزشی میگن زیاد هم افراد قابل پذیرش نیستن. اکثر از این کارشناسان ورزش کرکت گفته که باخت افغانستان در برابر هنگ کنگ و عمان دور از او انتظار که داشتن بود و دیدگاه های هم وجود داره که گویا در این باخت سازش وجود داشته. بورد کرکت افغانستان در صفحه فیسبوکش این مسئله رد کرده، اما وبسایت کرکت انفو گفته به خاطر خبرهای مرتبط با کرکت در سطح جهان و گزارش هایی که گویا واحد فساد در اینجا چیز نشر کرده بود را به بررسی میگیره. نتیجه تحقیقات اونا چی بوده و سازشی که گویا ادعا میشه از چه قرار اساسید؟ بله، د افغانستان تیم ته پکتو سره، د افغانستان ملی لوبډلې ته پکتو سره، باید مونږ ته هنګ کنګ او عمان ماتې نه وای راکړي. مونږ ټیم ډېر قوي دی د لوبډلو څخه، خو کرکټ د ما مخکې وویل چې یو ورځ راځي اوس نیدرلینډ او سکاټلینډ چې دی، پاکستان چې دی، سریلانکا چې دی، انډیا او د انګلستان له لوبډلو سره نسو پرتاله کولی. هغه ډېر ضعیف لوبډلې دي، خو په یو وخت کې هغوی ته ماتې ورکړې دي. افغانستان د بنګلادش لوبډلې سره مونږ نشو پرتاله کولی، ځکه بنګلادش ډېر امکانات لري او لوبډلې بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد ده د آی سی سي، خو مونږ ماتې ورکړې ده. همدغه شانتې زمبابوې ته مونږ ماتې، دوه ماتې په خپل کور کې د دوی په هوم ګراوند باندې ورکړې دي. دا په دې معنا نه ده چې کرکټ کې به مونږ ماتې یو بل ټیم خو یو ټیم هم ښه کېږي، یو ورځ هغه ټیم راجګېږي او هغه کوي. خو عموما کله چې دغه خبر کرکنفو نشر کړو چې
خودی لوبه با انویستیگیشن کیږي، دغه لوبه باید تر نظارت لاندې ونیول شي. ما د آی سی سی سره مستقیمه اړیکه ونیوله او ما ورته وویل چې تاسو د دې مونږ ته کلیریفیکیشن راکړئ چې دا څنګه تاسو دا خبر نشر کړی ده. تاسو چې تر څو پورې یو شی معلوم کړی نه وي، تاسو نشئ کولی چې آی سی سی ته یا بیا میډیا ته یو خبره وکړئ. بیا د هغوی انټي کرپشن یونټ چې ده د آی سی سی، هغې ما ته وویل وایي مونږ هېڅکله دا ردوو چې مونږ دې لوبه باندې شک لرو. مونږ نه شک لرو په دې لوبه باندې او نه په دې لوبه کې مونږ ته کوم داسې شک ټکی په لاس راغلی ده. او دغه خبره کرکټ انفو هسې دي او ځان نه ای ګزارش بود که ای واحد ضد فساد او شورای امنیت کرکټ بین المللي برای شما ارائه کرد. بله خب شما گفتین مسئولین هم کرکت بورد عرف ما شما نیستین، مسئولین کرکت بورد افغانستان گفته که ضعف در بازی های عمان و هنگ کنگ از طرف تیم افغانستان قابل پذیرش نبوده و ما در این عرصه تحقیق میکنیم. شما هم نمی پذیرفتین که این تیم افغانستان باید شکست بخوره در برابر عمان و هنگ کنگ. واقعا دلیل شکست تیم افغانستان چی بود؟ عموم که زمونګن روزون که یا مربی چې و د انګلستان هیواد و، هغې د عمان خلاف د عمان سره چې مونږ لوبه کوله د هغې په خلاف باندې د یو فیصله کړې وه چې څلور لوبغاړي زمونږ په لوبډله کې بدل کړي وو. پخوا چې کوم یولس لوبغاړي لوبېدل هغوی ډېر ویننګ کمبینیشن کې یا د ګټلو په لار روان وو، درې لوبې مسلسل هغې وګټلې. نو د عمان خلاف د عمان لوبډله د ایزي واخیسته، عدي واخیسته، هغه لوبډلې ته د څلور تغییرات راوستل، ښه لوبغاړي کېنول او عادي لوبغاړي راواخیستل چې دوی ته یو چانس ورکړو چې دوی هم دلته وځلیږي او آینده کې که زمونږ کوم لوبغاړی زخمی شي خدای نه خواسته چې هغې په بدل کې بیا مونږ لوبغاړي راسره وي چې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس کولی شي یا کوم ښه کارکردګي کولی شي هغه واچو. د هغې پلان هم غلط نه و، خو چون مونږ ته یې ضربه راکړه دغه لوبه مونږ وبایلله، هماغه و چې په هماغه ځای کې مونږ فیصله وکړه چې مونږ مربي د قرارداد د اګست د اوس میاشتې 15 ورځې بعد د قرارداد ختمیږي او مونږ د قرارداد لغوه کړو او د سره مونږ یعنی ضعف در مربي تیم مربی کې مو او ورسره په څنګ کې عموم زمونږ لوبډلې هم دغه لوبډله عادي اخیستې وه. یو مسله چې زه یادونه غواړه یادول غواړم چې وکړم هغه دا وه چې د عمان په لوبډله کې ټول لوبغاړي نوي راغلي وو او ټول لوبغاړي د سریلانکا د هندوستان او د پاکستان لوبغاړي وو. د ټاپترین لوبغاړي د دې ملکونو نه راغلي وو، هلته د عمان ویزې اخیستې وې او هغوی لوبېدل، یو هم عربی نه و. ولې چیزی که در اینجا ادعا میشه میگن که شرط بندی های غیر قانونی و معمول در کرکت نباید صورت بگیره سبب باخت تیم افغانستان در برابر عمان و هنگ کنگ شد؟ التم دا شیانم په یو فکتور کې دی فکر کنم سازش بوده به خاطر باخت افغانستان. نه سازش هیڅ کله نشي کېدای، ځکه یو مربی هم نه غواړي ولې نه یو چانه از طرف قدرت های کرکت او دا ما کمپلین کړی ده، ځکه آی سی سی په کوم ځای کې چې مونږ ته ټورنمنت برابر کړی و، خصوصا زمونږ لوبې برابر کړی په کوم میدانونو باندې، الته فورکاست هغه د هوا حالات چې کتل شوی وغه برانی وو، دوی باید داسې نه وای کړی، ځکه دغه سکاټلند او نیدرلند او یو ای ته چې کوم میچونه یا کوم لوبې په کوم میدانونو باندې ورکړل شوی وي هغه ځای کې باران نه وو. او افغانستان ته چې کومې لوبې هغه سختې لوبې وي هغه په هغه ځای کې ورکړل شوی، کوم ځای کې چې باران نه و، چې په افغانستان که یوه لوبه مونږ په هغه درو کې بایللې وای مونږ به د جامې جهاني نه پاتې شوي وای. خو مونږ خوشبختانه هغه درې واړه لوبې وګټلې او دغه درې لوبې چې کومې مونږ ته عادي وې، کینیا سره لوبه وه، کاناډا سره لوبه وه، چې مونږ عادي ګټلې اوس پورې مونږ ریکارډ د دوی نه لوبې ګټو، هغه لوبې مونږ ته په بهرني موسم کې راکړې وې او میدانونه هم ښه نه وو. سه سوال دغه هم راجع میشه به کرکټ بورد افغانستان. بسیار کوتاه اشاره فرمایید، حالا تیم افغانستان اون جایگاهی را که فول ممبرای کرکت داره در فدراسیون بین المللی کرکت جهان واقعا اون وزنه را حفظ کرده پیدا کرده برش؟ بله مونږ خو د اسوسییټ ممبر دا کوم یو فول ممبرشپ کرایټیریا یا فول ممبرشپ غړی لرونکي هیوادونه دي هغه لستی په دې اسوسییټ ممبرشپ کې په دوهمه درجه هیوادونو کې افغانستان په ټاپ باندې دا مونږ په دنیا کې نه هم مقام لرو. په شلوریز لوبو کې مونږ په دنیا کې 12 مقام لرو په 500 لوبو کې او مونږ مسلسل د څلور ورځنیو لوبو هغه ټیسټ کرکټ چې ورته وایي مونږ تیر په 2010 کې مونږ دغه جام ګټلی ده د څلور ورځنیو لوبو او په 2012 کې دویم جام چې شوی ده هغه مونږ فاینل ته لاړ شوي یو. اول قرار از در 8 اکتوبر مسابقه کرکټ افغانستان با زیمبابوی صورت بگیره. زیمبابوی هم از کشورهایی است که فول ممبر است در فدراسیون بین المللی کرکت. چیزی که متمایز می‌سازه این مسابقه را با مسابقه هایی که در گذشته ها صورت پذیرفت چی خواهد بود؟ آمادگی شما برای مسابقات 20 اوره 2016 چی است تا به حال؟
مونگا خو مسلسل روزانه پلان جوړ کړای دا تر 2018 کال پورې مونگا ډیلی پلان جوړ کړای دا نه دا چې مونگا میاشتنی پلان وی یا هفتنی پلان بلکې روزانه پلان چې مونگا باید د 2018 کال نړیوال جام شروع کیدو پورې په کوم ورځ باندې په کومه ګنټه باندې په کوم سیشن باندې ماسپخین چې کوم لوبه وکړو سهار کوم لوبه وکړو او ماسخوتن کوم لوبه وکړو زمونږ نړیوال د کرکټ لوبغاړی کابل د فلډ لایټ راغوښتي شوي دي چې هلته به د شپې لوبې کېږي مونږ د شپې هم لوبې شروع کوو په کابل کې چې هغه کار خلاص شوی دی او د فلډ لایټ د شپې چې کوم رڼا وي په میدان کې د دې لایټونه او پیلرې او د دوی ټول سامان الاته روان دي کابل ته دغه به هم کېږي او میدان مو ډېر ښایسته کړی ده مونږ به لوبډلې ته مسلسل تمرینات تر 2018 کال پورې روزانه تمرینات ورکوو او د دې سره مونږ په دې مینس کې مونږ د یو ای سره د یونایټیډ عرب امارات سره هم لوبې تیاری کړې دي مونږ د زمبابوې سره هم لوبې تیاری کړې دي مخکې د دې نه د نړیوال جام نه مونږ د هندوستان له الف لوبډلې سره هم لوبې کنفرم شوې دي د اوسه پورې سکیجول نه دی معلوم چې څو لوبې به وي او په کوم ځای کې به کېږي او د دې نه علاوه زمونږ الف لوبډله دا اوس په سریلانکا کې ده هلته لوبې کوي او پرون یو څلور ورځنۍ لوبه ټیسټ میچ هغوی وګټلو زمونږ دوه لوبغاړو پکې سینچریانې یا سلیزي ووهلې چې یو شپږ رنځه د سلیزي نه کم و یو پکې یو څلور دیارلس رنځه وکړل زمونږ ځوانان لوبغاړي ډېر ځلیږي په دې لوبو کې همداشان زمونږ شپاړس کلن د نولس کلنو ځوانانو تمریناتي کیمپ په کابل کې روان ده او په څلورویشتم د اګست باندې دوی روان دي ملیشیا ته او ملیشیا کې به کوي یو شی یادونه کول غواړم چې ډېره ضرور ده او ډېر کم د مونږ په ګروپ کې دغه ګروپ چې د کوالیفایینګ راوند د کوم مقدماتي سیالۍ چې وي د نړیوال جام لپاره په دې ګروپ کې زمونږ د ګروپ نه څلور لوبډلې نړیوال جام ته ووته او د بل ګروپ نه دوه لوبډلې زمونږ ګروپ ډېر کوي ګروپ او ځکه زمونږ هنګکنګ هم ښه لوبډله وه ځکه یې مونږ ته ماتم راکړه داسې نه و چې اوس ممنون آخوا یعنی ورزش بدون شک برای محیطش برای افغان ها با اون امکاناتی که سایر کشورهای دنیا باش دسترسی دارن ندارن یکی از بحث هایی که در اینجا مطرح میشه وضعیت ورزش بانوان افغانستان است واقعا چقدر کمیته ملی المپیک افغانستان زمینه و فضا را برای ورزش بانوان افغانستان مساعد ساخته در کدام عرصه ها مشخصه خب در کل میخوایم خدمتتان بعد بزنم که رشد بانوان در قسمت ورزش تعلق مستقیم به فرهنگش به کلتورش حتی به مذهبش داره ولی خوشبختانه کمیته ملی المپیک فعلا در چوکات 32 فدراسیون که با ما همکار هستن اعضای تیم ملی اعضای تیم جوانان و اعضای تیم نوجوانان در چوکات تمام فدراسیون های ما فعالیت میکنن که مازی بسیار خرسند مشخصا نقش آفرینی بانوان افغانستان در کدام عرصه ها بوده تا به حال در همین 32 فدراسیون که در مجموعه عمومی ماست همین 32 فدراسیون ما تمامش نقش بانوان در یا به شکل بارز است حالا سوال خیلی مهم است این جایی است که همین فضای سنتی افغانستان چقدر واقعا فضا سازی شده برای جایگاه رشد ورزش بانوان خب فضای سنتی او هم تعلق میگیره بر رشته های ورزشی مثلا شما نمیتونید که داب بازی رشد گسترده را در افغانستان ببینید در طبقه ناس ولی شما میتونید در مسابقه هایی که مو فرهنگ و ایجاب افس میشه در او شما باز رشد چشمگیر در ورزش و در فدراسیون هایی که شامل مجموعه المپیک است ببینه آمادگی های کمیته ملی المپیک افغانستان در اعزام ورزشکاران به بازی های 2016 المپیک در برزیل چه بوده تا به حال در کدام بخش ها این بازی صورت میگیره و کمیته المپیک افغانستان تا به حال چه کارهایی کرده ما دو مسابقه مهم فعلا در پیشروی داریم که یک سیف گیم یعنی جنوب آسیا است که در 10 دسامبر مثال برگزار میشه و یک مسابقه 2016 ریو ما داریم ما در هر دو مسابقات میکانیزم های را جور کردیم که با کدام میکانیزم ما میتونیم ورزشکارا را اعزام کنیم و کمپ های تمرینی برشان مد نظر گرفتیم که از طریق همبستگی المپیک و یا سولیدریتی کمک میکنن با اونا را تماس هستیم که چند کمپ ورزشی به ورزش هایی که میخواین در ریو و در سیف گیم اشتراک کنن بتانن تمرین کنن و یک دستاورد خوب به ورزش در بازی های المپیک 2016 مشخصا در کدام کتگوری و در کدام عرصه های ورزشی جوانان افغانستان شرکت میکنند؟ خب در ریو
دو نوع یعنی ما میتونیم که در مسابقات اشتراک کنیم. یکی از کوالیفای میشن ورزشای ما که باید خودشان کارت ریوره به دست بیارن و یکی از به نام کارت سفید میگن که در اون هم باید ریتینگ امو بازیکنان بالا باشه، ریتینگشان بالا باشه که باس اونا ما بتونیم تقاضای کارت سفید از اونا بکنیم. و اتلتیک ما خوشبختانه که اونا خودشان بدون کوالیفای و بدون از اینکه ریتینگشان بالا بره اونا اشتراک دارن. یعنی اتلتیک، پهلوانی، باکس، جیدو از جمله فدراسیونای است، تکواندو از جمله فدراسیونای است که ما میخواهیم در بازی های رو اشتراک کنیم. و در بازی های سیف گیم که تقریبا 22 فدراسیون و 24 رشته دوجه به مسابقه میپردازه، ما کوشش عظمی خود میکنیم که در این مسابقه ما یعنی هدف اصلی ما برنده شدن نباشه. هدف اصلی ما خوب مبارزه کردن، تلاش به خاطر برنده شدن و اشتراک آیت فدوسنا و ورشکارای ما در بازی سیف گیم باشه. با این انتظار و توقعی که شما دارین، آمادگی های لازم از طرف مدیران کمیته المپیک افغانستان برای انجام بهتر مسابقات گرفته شده؟ ما مکانیزم را به خاطر ازی ترتیب دادیم، ولی قسمی که بیشتر در خدمتتان به عرض رساندم، مشکل اساسی کمیته ملی المپیک است که کمیته ملی المپیک با یک ورق جدا شده. یعنی هیچ نوع امکانات تا فعلا از طرف دولت داده نشده و رئیس جمهور وعده کردن که امکانات در خدمت کمیته ملی المپیک میپردازند. یعنی برنامه و راهکار وجود داره اما تا به حال کار صورت نگرفته. بله کار صورت گرفته از طرف ما، ولی نه هر کار نظر به مقامات شد حکومت. بله، ولی اونا وعده کردن و ما توقع زیر داریم که وعده بعد از وقت نباشه، یعنی پیش از وقت شوه که ما بتانیم خوب با امید کامیابی دستگاه ورزش افغانستان. تشکر از حضور آقای دانش و آقای حنیف در بخش اول برنامه و در بخش دوم برنامه. سفر آقای دوستم به شمال افغانستان، جنگ و تضعیف نیروهای مخالف مسلح افغانستان را به بررسی خواهیم گرفت. با ما باشید. مهمانان من در این بخش از برنامه جناب میاگل وثیق آگاه امور سیاسی و خانم آصفه شاداب نماینده مردم فاریاب در مجلس نمایندگان است. بسیار خوش آمدین به بحث. خانم شاداب، جنگ شمال افغانستان به ویژه فاریاب، کندوز و سرپل پای جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را کشاند. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این است که چقدر نقش آقای دوستم در تضعیف عملکرد مخالفان تا به حال مؤثر بوده در شمال افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما برادر عزیزم و بیننده های عزیز تلویزیون، وضعیت شمال قسمی که همه در جریان هستن واقعا وحشتبار بود. در این اواخر به ویژه ولایات شمال شرق کشور چون بدخشان، قندوز و فاریاب وضعیت امنیتی بسیار هولناک را در بین مردم ایجاد کرد که بالاخره معاون اول رئیس جمهوری کشور عازم شمال شدن. فکر کنم تقاضاها زیاد هست تا وقتی که ملت به امید تامین امنیت، به امید محو فساد اداری، به خاطر اقتصاد بهتر به این حکومت وحدت ملی رای داده بودن، نیازها و خواسته های بسیار زیادی را هم به مو حد داشتن که با تاسف برآورده که نشد. وضعیت امنیتی در نهایتش خراب شد، فساد هم به نهایت به اوج خود رسیده و همچنان وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان واقعا بسیار زیاد خراب شد. به این منظور وقتی که معاون اول رئیس جمهور در ولایات شمال حرکت کردند، در قبل هم اگر به خاطر داشته باشین در جنوب کشور هم تصمیم داشتن در اینی که راکت هایی که در جنوب کشور بالای ولایت کنر و همچنان ولایت قندهار و چند ولایت دیگه که مورد تهاجم تروریست ها قرار می گرفت، اون وقت تصمیم گرفته بودن که نیروی را بسیج بسازن و حرکت کنن به جانب جنوب کشور که اجازه از طرف رئیس جمهور برشان داده نشد و بعدش هم ملایمتی هایی که در خود حکومت وجود داشت، کشمکش هایی خانم شاداب، این خواست آقای دوستم از دیر زمانه بوده به خاطر مهار کردن فعالیت های تروریست
و نیاز به اجزای حکومت افغانستان برای عمل کردش. اما حالا دیگر پای دوستم را کشان این امنی ها در شمال افغانستان ظاهر نشان در ولایت شمالی افغانستان به سر میبرند. حالا چقدر تونسته که نقش آقای دوستم به عنوان فرمانده پیشین و معاون اول رئیس جمهوری امروز تأثیر شگرف در تضعیف عملکرد مخالفان داشته باشه در شمال افغانستان؟ امی که با رفتن خود آقای دوستم مردم را اطمینان بخشید که امنیت را در شمال کشور میاره و مردم هم علاقمند هستن و علاقمندیشان شما از طریق رسانه ها دیدین که چه قسم به یک وجد و احساسات پذیرایی کردن و نیروهای مخالف دولت هم به یک شکل خود را از ساحه کشیدن و یا هم در بعضی نقاط شاید جابجا شده باشن منتظر از این که وقتی باشه که اگر جنرال صاحب دوستم پس بگرده ممکن همون افراد و اشخاصی که در مخالفت با دولت بودن اونها پس دوباره بروز کنن. اما یک راه بیرون رفتی هست که اگر رفتن جنرال دوستم خود طبیعتاً معاون اول رئیس جمهور هست، باید در مقام خود تشریف داشته باشه در مرکز و با بازگشت او و مقاماتی که در اونجا مصروف هستن امنیت تا حدی تامین هست و مردم روحیه خود را دوباره پس گرفتن. نیروهای امنیتی که در اونجا در مبارزه بودند در سنگرها مورال خود را پس بازیابی کردن. اما ما به این امید هستم که این ای حالت خو جنرال دوستم پس بگرده و به شکل مقطعی نباشه. ما میترسم مثل ولایت قندوز یا بدخشان فاجعه بدتر از این هم پیاورد این حالت نباشه. به خاطر از این بار دیگه ما میخوام بگویم که در شمال و شمال شرق کشور نیروهای دائمی و یا یک کمربند امنیتی دوامدار در اونجا احراز اگر شود میشه که این دوباره بحران پس تکرار نشه یا نفوذ نکنه دشمنا در مناطق شمال و شمال شرق. آقای وسیق، چرا خاص آقای دوستم به عنوان کسی که سالها تجربه جنگ را داره حالا به عنوان معاون اول رئیس جمهور افغانستان جدی گرفته نمیشه از طرف حکومت افغانستان؟ زمانی که اوضاع شمال وخیم شد آقای دوستم با آقای عطا جنرالان این کشور اتحاد کردند به خاطر مبارزه مشترک در برابر مخالفین و تهدیداتی که از ناحیه شورشگرا در شمال افغانستان مواجه است حکومت افغانستان. چرا این خواست واقعا جدی گرفته نمیشه از طرف حکومت افغانستان؟ بنام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما خانم شاداب و بیننده تلویزیون شما. من فکر میکنم هر روز شما میبینین که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مقابله با تروریست ها، در مقابله با طالب، با داعش، با هر تروریست دیگه که هست بسیار شجاعانه میرزمن. واقعا امی قهرمانی ها و امی قربانی هایی را که نیروهای امنیتی و دفاعی ما داد امروز ما تانستیم با اونو اهداف از پیش تخمین شده دشمن که گویا تعداد زیاده از ولایات باید سقوط بتن، ولسوالی ها را سقوط بتن، ولی نتونستن همی کار بکن، فقط گای ولسوالی ها دست به دست شد و یه تو تصادفی نیست. یعنی از قبل تلاش شده بود و تلاش سنجیده شده بود که با آمدن این حکومت وحدت ملی تا اینکه حکومت خوب شکل میگیره یا به اصطلاح چهار طرف خوب بلد میشه باید بتانن تلاش بکنن که حتی تا 6 ماه من به سقوط مواجه بکنن که ایره امروز خب گذشته که هم داشتن مردم افغانستان نمیخواست در پولی ازی همین نیروهای دفاعی و امنیتی این قهرمانی را کردن و تثبیت کردن که یعنی امکان سقوط کاملا رد است. این منظور مسئله چی است؟ در پولی ازی قسمی که شما گفتین، من گرفتم سوال شما را، من فکر میکنم منظور مسئله ازی بود از این تبصره که ما نیروهای امنیتی و دفاعی که داریم به خاطر از اینکه هر قدر ما میخواییم به طرف نظم بریم ما باید امون نیروهایی که در چوکات نظام است ایره باید تقویت بکنیم از هر آدرسه که میشه جمعا باید فکر بکنیم هرگو ما میخواییم به طرف نظم بریم ما این کار باید بکنیم. متاسف هستم که در گذشته که هیچگاه اطور نبوده
خب تهدیدی که وجود داشت، دوستا خواستن که در اکتفا هم بتانن یک کار مشترک بکنن به خاطر مهار ساختن همین وضعیت. حالا سوال اینجاست که چرا این خواست مورد قبول قرار نگرفت و جدی باش برخورد نشد؟ یعنی آنچه حکومت افغانستان انتظار داشت خلاف اون انتظار این خواست بود؟ نه، به هیچ وجه. هر قدر که به شکل محلی و موضعی برخورد شود و در محلات و در زیاد یا دور از مرکز، یعنی این اتحادا به این شکل، من فکر میکنم یکی که گذشته را اگر ما به گذشته برگردیم، یک مقدار باعث اکثرا وقتی که گروپ های مردمی بگوییم یا به شکل ملیشه هرگاه یعنی یک تعداد بخواهیم مسلح شود، این باعث دردسر بر محیط و محل هم مورد بوده. ولی آنچه اون وقت در صرف آقای عطا و آقای دوستام خلاف آنچه شاید حکومت افغانستان تصور کرده باشه از گذشته ها بوده. ایشان گفتن که ما در پی ملیشه سازی نیستیم، در پی تقویت واحدهای قومی هستیم به خاطر مبارزه یا دفاع خودی. حکومت افغانستان اشتباه درک کرده بود این خواست و نه، هیچگاه اشتباه نیست. شما ببینین، من بازم به این برمیگردم، این بسیار بهتر بود که تا اشخاص و افراد، مجموعه قمندان ها، والی ها، همه همین ساحاتی که آسیب پذیری زیاد داشتن، سطح آسیب پذیری بلند بود، باید تفاهم میشد. یک راه نیست که ما بتانیم امنیت تامین بکنیم که فقط جنگ. من فکر میکنم هماهنگی بین نیروها این بسیار با اهمیت است. در کنار هماهنگی، داشتن حکومت داری خوب، رسیدن به مشکلات مردم، که این خودش جلب اعتماد مردم میکنه. وقتی که جلب اعتماد مردم شد، مردم در کنار نیروهای خود استاد بشه. اما اگر ما بخوایم جدا از تشکیلات دولت که وجود داره، ما تشکیلات را به وجود بیاریم که ما مبارزه میکنیم، میشه همین تشکیلات در چوکات دولت، در چوکات همین نیروهای دفاعی و امنیتی تنظیم شود، هیچ مشکل وجود نداره. ولی از جدا از این باز، یعنی مردم از این عظمی عظم طور یعنی خب دل خوش نداره. به نحو ادعای شما، با اون ادعایی که آقای دوستم و آقای عطا کرده بودن برعکس واقع میشه. شما نگران از این هستین که شاید در پی ایجاد ملیشه ها برایند در آینده ها و از این بابت حکومت افغانستان را با چالش مواجه بشه؟ من فکر نمی کنم هر حرکت در چوکات نظام باید باشه. من این فکر نمی کنم که آقای دوستم که معاون صاحب اول رئیس جمهور است و آقای احمد نور یا دوستای دیگه، ولی یه اساسی است که ما کوشش بکنیم که از اونو شیوه های کاری که در گذشته باعث ایجاد مشکلات شده، ما از او جلوگیری بکنیم، کوشش بکنیم نظام چطور تقویت شوه در کل، که همه ی دوستا شامل نظام هستن، چطور تقویت شوه که بتونه این مؤثر مثلا عمل بکنه. این بسیار با اهمیت. حالا چیزی که ادعا شده، نمایندگان ولایت سرپل، فاریاب، نمایندگان جوزجان و نمایندگان کندوز، آن چی که ادعا میکنن این است که نیروهای امنیتی افغانستان با ای که واقعا قابل تحسین و ارج گذاری است، خدماتشان برای تأمین امنیت در منطقه، اما کافی نیست. تلاشی که اونا میکنن به حد کافی نیست به خاطر مهار کردن فعالیت های تروریست ها. نیاز است که باید واحد های قومی تقویت و تشویقشان به خاطر دفاع خودی. من فکر میکنم خب شاید دمو حد کافی باشن نباشن، ولی چیزی که بسیار با اهمیت است، نیروی ولو کم باشه درست سوق داره شوه، درست نیرو استعمال شوه، با موقع استعمال شوه، این بسیار اهمیت داره. تا اینکه نیرو هر قدر زیاد باشه، ولی اگر سوق داری دقیق، یعنی من منظور من این است که در چوکات مثلا نظامی هر قدر تنظیم میشه، این دیگه خوبتر سوق داره میشه. هر قدر ای در نیروهای پراگنده، شما امیال برین در از پلیس محلی با همه قربانیشان شکایت وجود داره، ولی اگه در چوکات پلیس ملی به همون شکل تنظیم میشد، زیر به اصطلاح قمانده واحد می بود، بازی موثریتش خوبتر می بود. یعنی در نهایت منظور ما چی است که این تشویش وجود نداشت که گویا خدای نخواسته این دوستا در پی ازی است که ملیشه می سازه. این منظور این نیست. منظور این است که ما چطور بتانیم بریم به طرف نظام ساختن، که اگر نظام ساخته شده این را تقویت بکنیم و ما یعنی برخورد طور نشه که ما امین نیروهایی را که داریم، امین نیروهایی که فعلا داریم، اگر همین درست سوق اداره شود، هماهنگی های خوب ایجاد شود، کافی است برای مبارزه با تروریسم. من فکر میکنم این کافی است.
هر قدر زیاد باشه ممنون. و بسیار نتونیم یعنی برسیم به تنظیمش ادارهش و درست مؤثر به جای استعمال نشه مؤثر واقعا مشکل است و هرگاه احتمالا در جایی که کم است میشه که این چیز شوه یعنی افزایش پیدا کنه و در پلوی از این چیز را که میخوایم بگویم که با حکم با رفتن جنرال صاحب دوستم فکر میکنم تاثیرات بسیار خوب داشته ده به شک نیست ولی قسمی که شاداب صاحب گفتن اینی دوباره باز برگشتنش خدا کنه باز به حالت اولی بر نگرده که ما میگیم که برخورد طوری شوه که اونمونجا دیگه یعنی کار بنیادی صورت بگیره نه مقطعی کار اساسی و بنیادی ممنون. صورت بگیره نه مقطعی ممنون خانم شاداب آقای دوستم گفته که اشخاص در داخل حکومت زمینی حضور حراس افغانان را در بخش‌های شمال کشور فراهم ساخته است و گفته که افراد در داخل حکومت افغانستان هستند که به نفع حراس افغانان فعالیت می‌کنند. حالا آقای دوستم مشخصا از کدام افراد و حکومت سایه در داخل حکومت افغانستان حرف می‌زنه؟ فکر کنم نظر جنرال صاحب دوستم هم همین باشه که در بین خود پیکری دولت افغانستان افراد اشخاص استخباراتی مربوط به دشمنای وطن وجود داره به نحوی اونها جلو حرکات یعنی که بر خلاف نیروهای تروریستی باشه اونها صد و یمانی واقع میشن مثلا شما یک مثال را که در وقتی که حمله در پارلمان کشور صورت میگیره در اونجا چطور بود که استخبارات افغانستان یا ریاست امنیت ملی افغانستان بیخبر بمانه که در فلان روز در فلان جای حادثه اتفاق میفته در حالی که بعضا ما وقتی که در استیزاها در پارلمان میخواییم مسئولین امور امنیتی را اونها برای ما جاهای که حرکت آغاز میشه او را هم بیان میکنن خیلی چطور بود که اینها آیا خودشان نمیخواستند که جلو حمله تروریستی را در پارلمان کشورخانه ملت افغانستان بگیرن و یا ای که دست مرموزی در اونجا بود که همون گزارشات را نمیخواست در وقت زمانش تدابیر گرفته شد و گزارش در مقابل یعنی شما به نحو تایید میکنین اون ادعای آقای دوستم را که حکومت سایه در درون بدنی حکومت افغانستان وجود داره که کاملا مطمئن هستم با تمام معنا ای که بگویم که کیها هستن ای بر ما لازم نیست به خاطر ای که این مسئله استخباراتی هست ای را باید ریاست امنیت ملی افغانستان ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان در زمانش که آمد باید افشا بسازن و رسمن به مردم بشناسانن که کیها بودن پشت پرده وضعیت امنیتی افغانستان را به نفع استخبارات جهانی مخشوش بسازن و خراب بسازن و بالاخره نقشه هایی که سالها چندین دهه پیش طراحی شده بود و او را عملی زمینه عملی شدنش در افغانستان حالا آقای دوستان به عنوان معاون اولی حکومت یعنی بعد رئیس جمهور فرد دوم این مملکت است زمانی که ادعا میکنه که افراد در بدنه نظام هستند برای تسهیل فعالیت های تروریست واقعا جای نگرانی است چرا ایشان این هویت را افشا نمیسازند چرا پاک نمیسازند این نظام را از وجود این افراد خب پاک ساختن این ادعا از 14 سال به این طرف صورت گرفت ولی پاک ساختن شبکه های تخریب کار و یا تروریستی و یا ایجنت های استخباراتی منطقه از بدنی دولت افغانستان خیلی دشوار است فکر کنم در هر جای در هر نقطه حساس دولت و حکومت اینها به نحوی جای گرفتن که مقامات بسیار بلند رتبه پشت سر از اونا حمایت کرده بنابرای شاید معاون رئیس جمهوری مسئولیتشم نباشه که بگویه که فلان کس هست یا چطور خب اگر ادعا میکنه که این افراد در بدنی نظام است خب در میان گذاشتن این مسئله با نیروهای امنیتی افغانستان تشکیه افغانستان وحدت ملی با تاسف با 1.5 سالی که حکومت کردن بسیار ناتوان و عاجز هستن هیچ حکومت خود را سر و سامان بخشیده نتونستن ولی آقای دوستم معاون اولی حکومت کجا ظرفیت ای را دارن که کسایی که
با تروریست ها هماهنگ هستند یا همنوا هستند، همیاری دارند، اونها را از بدنه دولت بکشند. خودشان درگیر یا در واقع در مصیبت های تروریسم خودشان خود را کاملا مصروف نگاه کردند. وقتی که رئیس جمهور کشور با استخبارات منطقه تفاهم نامه استخباراتی را، تبادله استخباراتی را امضا میکنند، یه خودش نماینگر یه هست که اینها خود دولت علاقمند به یه هست که بالاخره افغانستان از هم بپاشه. در غیر از او باید اینها جدا جلوگیری میکردن و کسایی را که در قبل مثلا با استخبارات هماهنگ بودن یا ایجنت‌های استخباراتی در بدنه دولت کار میکردن میره باید شناسایی میکردن. حالا زمان که آقای دوستان به این نتیجه رسیده که در بدنه نظام افغانستان این افراد وجود دارن، یک آقای دوستون گفته که طالبان در اینجا به خاطر برهم زدن امنیت شمال افغانستان از 3 یا 4 ماه پیش تدابیرشان را گرفته بودند، بالای موتورسایکل ها از ولایت مختلف اولسوالی های مختلف می آمدند، مشق و تمرینشان را می کردند. خب زمان که آقای دوستون اینقدر معلومات دقیق داشت از فعالیت تروریست ها و آمادگیشان به خاطر برهم زدن امنیت شمال افغانستان، چرا مهار نکرد؟ خب یک موضوعی هست که برمیگرده به نماینده های ملت هم، که ما وقتی که به ده ها بار به دروازه مسئولین امور رفتیم و گزارشات را دادیم و خواهان کمک شدیم، هیچ کس اعتنایی نکرد که بالاخره وضعیت فاریاب یا شمال کشور، شمال شرق کشور به این حد رسید. و آقای جنرال دوستم که ما اون اول ریاست جمهوری هستن، چرا در چوکی خود قرار در مرکز نشستن؟ به خاطر این که هر قدر مقامات را هدایت داده شد، شاید رئیس جمهور علاقه نداشت یا کسای دیگه بودن که هدایت دادن ولی عمل نشد، دست ها پشت سر از خود بستگی و یک گامی هم به خاطر محو تروریسم بر نداشتن. یعنی ستون پنجم تاثیرش بالکل در حالت ناگزیری ما اون اول رئیس جمهور رفته به شمال که در حالی که باید او فعلا سرپرست ریاست جمهوری افغانستان هست، در نهایت ناگزیری. شما در جریان هستین حمله که در جلدیز وردک صورت گرفت، در اونجا هم همچنین یک حالتی که معاون دوم ریاست جمهوری چند بار خواهش کردن ولی هیچ کس به خاطر دفع او حالت اراده سیاسی به خاطر مبارزه با این پدیده ها وجود نداره. بله. آقای وسیم، سوال یا نگرانی را قبل شما مطرح کردین از شکلگیری ملیشه های قومی در اکثریت ولایت افغانستان و بعد به عنوان یک مزاحم در برابر حکومت افغانستان، آقای دوستان پاسخ داده برای شما، گفته که هدف ما این نیست که ملیشه بسازیم ولی نیروهای مردمی و دولتی را تقویت میبخشیم و یک عملیات وسیع را در ولایت شمال افغانستان انجام میدیم. و گفته که من 9000 نفر مسلح دارم به خاطر مبارزه با پدیده های افراطیت و شورشگری مخالفان مسلح افغانستان. فکر نمیکنین اگر واحدهای قومی برای دفاع خودی در مناطقشان مسلح شوند و تقویت شوند، کار مفید و مؤثر واقع شود برای مهار کردن فعالیت های ما؟ در این راستا هیچ شک ندارم. جنرال صاحب دوستم گفت که ما به اجازه رئیس جمهور آمدیم و به اجازه رئیس جمهور حضور پیدا کردیم به خاطر اینکه چطور بتونه واقعا به نیروهایی که در محل و در منطقه است چطور انگیزه بده، چطور روحیه بده و چطور با روحیه بجنگن و بتونن دفاع بکنن. نه یه شک نیست. ولی ما باز هم برمیگردم به این که درست است که در امتر یک فرصت میشه که نیروهای مردمی بسیج شوه و واقعا دفاع بکنن، ولی شما فراموش نکنین که ما هر قدر این نیروها را بسیج میکنیم، ما تنها به بسیج کردن از این نیست که ما را جمع کنیم، یا خودش سلا داره یا سلا باید برش بدی. ببینین برای فردا یک نیرویی که باز او به سلا هیچ گونه به سلا وقتی نگذاره به سیستم نظامی و دفاعی خودت، بازی خودش در آینده مشکلات ایجاد میکنه. اصلا من میگم درست است که هدف این نیست، درست است که هدف دفاع است و قسمی که خودشون گفت که ما ملیشه نمیسازیم، نساختن، رفتن و اون کاری که لازم بود کردن. ولی گپ اساسی است که من باز هم به این برمیگردم که هرگاه روحیه که ما در محلات اقوام مسلح بکنیم، شما دیدین در گذشته که اکثرا باعث تصادم شده، اکثرا وجود سلاح خودش هنوز اونو فرهنگ ما در اونو حدی از اطلاعی چیز پیدا نکردیم که ما باز
صرفا دم یک موردی را استفاده بکنیم، سبا یکی علیه دیگه خود استفاده میکنه. یعنی تاکید شما بیشتر بر تقویت نیروهای امنیتی افغانستان؟ من میگم نیروهای امنیتی امید دوستا، حالا سیستم دفاعی افغانستان هم دوچار یک چالش بزرگ شده. آقای جان کمپل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغانستان هر ماه 4000 سرباز از دست میدهد. این فقط گفته که تنها با قربانی شدن سربازان نیست، گفته که این سربازان ترک وظیفه میکنند، از جنگ خسته شدند، از تعریف نامشخصی که برشان دولت افغانستان داده اون برنامه ها. ولی آقای وزیری ما اون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تایید خبر گفته که شاید 2 یا 3 هزار عسكر اردوی ملی افغانستان ماهانه ترک وظیفه کنند. فکر نمیکنید که سیستم دفاعی افغانستان به او حد نرسیده که دیگر بتونه دفاع کنه از حاکمیت؟ یعنی ما هرگاه سیستم دفاعی ما به او حد نرسیده، به این مفهوم نیست که ما به اصطلاح به اطراف اینقدر اطراف تقویت بکنیم که مرکز خودش ضعیف شوه. ما باید مرکز دوباره تقویت بکنیم. ما ببینیم که عوامل فرار سرباز ما چی است. آقای کمپل گفته که ضعف در رهبری مدنی افغانستان. منظور مسئله چی است؟ که بنان همین ضعف باید برداشته شود. ولی در 3 سال این ضعف برداشته نشد و وضعیت امنیتی افغانستان را به این حد کشاند. حالا دیگر راه بعد چی است؟ آقای اشرف غنی از رفتن آقای دوستم به شمال افغانستان استقبال کرد، بعد حالا التیماتوم داد آقای دوستم را که دوباره برگرد. این اتحاد آقای دوستم و آقای عطا چه زیانی به آقای اشرف غنی داره برای مبارزه مشترکشان در برابر این پدیده های ناامنی؟ خب من فکر میکنم این برای مقابله در محل، در محلات، در ساحات شمال که یعنی بتونن متحد عمل بکنن در برابر تروریست‌ها به مسابقه یک قوت نیرومندتر. ولی گپ اساسی است که من باز به این بر میگردم، ما نباید به عوض این اتحاد، این بهتر است که ما تلاش بکنیم فشار وارد کنیم که واقعا در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی ما کمی و کاستی ارگاه وجود داره، ما همه دست به دست هم برای اصلاح از این کار بکنیم و تقویت بکنیم. و دیگه شما فرام یک استراتژی خیلی جدی نیاز داره، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان. سوال اینجاست، بسیار کوتاه اشاره فرمایید که چیزی که آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان از سفر معاون اولش در شمال افغانستان نگران ساخت و ایشان را خواست دوباره به مرکز چی است مشخصا؟ من فکر میکنم فعلا آقای رئیس جمهور به خاطر تداوی شما میفهمین که خارج رفته بودن و دیگه ای که ایجاب میکرد که معاون اول در اداره افغانستان به مسابقه شخص دوم کشور حضور میداشت، من فکر میکنم درست است که اوجا هم این نگرانی های وجود داره، ولی هم چیز است که این در اداره شخص اول اگر نباشه شخص دوم باید حضور داشته ولی باشه. معاون دوم در اینجا حضور داشت. فکر نمیکنین که در اینجا حرف و حدیث های وجود داره دیگه؟ حالا من فکر میکنم این اونو نگرانی که گویا از طریق مطبوعات و از طریق اشخاص و افراد و کتگوری ها که زیاد سرش بحث میشه دو حد نیست. این هیچ گونه به اصطلاح سوی زن یا شک و تردید بین رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور هیچ چیزی وجود نداره و کاملا متحدانه خواستن عمل بکنن. این یه چیز فکر میکنم. ما فقط بازم میگم که ما چیزی که باعث تضعیف روحی مردم، خدای نخواسته بی‌باوری مردم نسبت به حاکمیت و نظام میشه، ما این را نباید ذهن بدیم. هرگاه ما مشکل وجود میداشته باشه انتقاد بکنیم و صراحت بگوییم تا در پی اصلاح برند و برای تقویت نظام کار شد. آقای وسیق و خانم شاداب سپاس از حضورتان در بس و سپاس مثلا فراوان از اینکه شما بحث را صمیمانه دنبال کردیم. بقیه شب بر همه‌تون خوش تابد. خدا نگهدار.